شنوندگان عزیز سلام، به یه صفر و یک دیگه خوش اومدین. سعی میکنیم تا در 10 دقیقه آینده و در دنیای تکنولوژی اوقات خوشی را با هم داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. مرسدس بنز A35 سدان مدل 2020 معرفی شد. پس از معرفی نسخه هاچبک A35 در سال گذشته، اکنون مرسدس بنز مدل سدان از این خودرو را هم معرفی کرده است. اولین بار در نمایشگاه خودروی پاریس سال گذشته بود که مرسدس بنز نسخه اولیه A35 هاچبک را رونمایی کرد. این هاچبک با موتور 4 سیلندر توربو شارژ 302 اسب بخاری و طراحی جذاب توجه بسیاری را جلب کرد. اما معرفی این خودرو با خبری ناگوار برای طرفداران بنز در بازار امریکای شمالی همراه بود، زیرا این خودرو تنها مخصوص بازار اروپا عرضه شده بود. اما امروز مرسدس بنز نمونه جدید سدان از خانواده A35 را معرفی کرده که این بار برای خریداران بازار امریکای شمالی هم قابل سفارش خواهد بود. همانطور که ممکن است حد زده باشید، نسخه سدان A35 هم تمامی ویژگی های مثبت نسخه هاچبک را به همراه دارد، با این تفاوت که از صندوق عقب با فضای بار بیشتر بهره می برد. نسخه سدان A35 همانند مدل هاچبک از سیستم 4 چرخ متحرک بهره می برد و با فاصله طولی بین دو محور معادل 2.72 متر عرضه می شود. در قسمت عقب خودرو طراحی شیبدار از سقف آغاز شده و در آخر به اسپویلر و صندوق عقب با پهنای 94 سانتی متر می رسد. مرسدس بنز هنوز حجم بار صندوق عقب را اعلام نکرده، اما به گفته مسئولان این شرکت فضای کافی برای حمل بار مسافران برای یک سفر طولانی وجود خواهد داشت. در داخل کابین اکنون فضای سر در دسترس برای سرنشینان عقبی به 94 سانتیمتر می رسد که برای یک سدان جمع و جور بسیار قابل تحسین است. ترکیب و طراحی صندلی ها کاملا با نمونه هاچبک همخوانی دارد و فرمان اسپورت و صفحه نمایش تمام دیجیتالی به همراه سیستم MBUX هم به رسم تمامی خودروهای مرسدس بنز در کابین دیده می شود. انتقال قدرت توسط نیروی محرکه AMG در 5 حالت مختلف قابل تنظیم است. رنگ‌های قرمز و سیاه به کار رفته در کابین هم هماهنگی جذابی را به A35 سدان بخشیده است. مشخصات فنی این خودرو هم مانند مدل هاچبک است، اما برای کاهش وزن از قطعات فیبر کربنی زیادی استفاده شده است. موتور 4 سیلندر توربو شارژ مرسدس بنز A35 سدان 302 اسب بخار قدرت دارد و انتقال قدرت به وسیله جعبه دنده 7 سرعتی 2 کلاچه در 2 حالت اتوماتیک یا دستی با پدال تعویض دنده پشت فرمان انجام می گیرد. سیستم 4 چرخ متحرک هوشمند A35 در حالت عادی تمامی قدرت را به چرخهای جلو منتقل می کند، اما در شرایط خاص انتقال قدرت به صورت 50-50 بین چرخهای جلو و عقب انجام می شود تا بیشترین بهره‌وری به دست آید. فرمان پذیری تمامی چرخها کنترل A35 را بهبود می بخشد تا در پیچ ها دچار مشکل نشود. همچنین شاسی پیشرفته این خودرو هم حالت‌های مختلفی را در اختیار قرار می‌دهد که با توجه به موقعیت رانندگی در شهر یا پیست، A35 سدان بهترین عملکرد را داشته باشد. با وجود صندوقدار بودن A35 سدان، سرعتگیری 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت در 4.7 ثانیه انجام می‌گیرد که همانند مدل هاچبک است. اما مرسدس بنز تا کنون سرعت نهایی این خودرو را اعلام نکرده است. همچنین هنوز قیمت و تاریخ عرضه دقیق این خودرو مشخص نشده است. ما می دانیم که برخلاف مدل هاچبک، A35 سدان در بازار امریکای شمالی هم فروخته خواهد شد. بنابر گفته یکی از مسئولان شرکت مرسدس بنز، نسخه سدان A35 با مدل 2020 وارد بازار امریکا خواهد شد. بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم تا اولین نمونه های این خودرو تا اواخر سال 2019 وارد بازار شود.
پیراهن لوکس مرسدس بنز کلاس وی با تیونینگ کلاسن معرفی شد. تیونر آلمانی کلاسن نسخه لوکس از ون مرسدس بنز کلاس وی ارائه کرده که از امکانات داخلی سدان کلاس اس و قابلیت‌های الکترونیکی بهره می‌برد. افراد ثروتمند ممکن است همیشه در خرید مرسدس بنز کلاس اس تردید نداشته باشند، اما گاهی اوقات خرید خودروهای لوکس 4 نفره میتواند دردسرهای نیز ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر فرد بخواهد جلسه کاری خود را در داخل مرسدس بنز کلاس اس برگزار کند و تعداد افراد جلسه 4 نفر باشند، با مشکل روبرو می شود. در این حالت فرد مجبور است جلسه خود را در رستوران یا محیط کار و با حضور تمام افراد تشکیل دهد. با این حال تیونر کلاسن چنین مشکلی را با نسخه لوکس از ون مرسدس بنز کلاس وی حل کرده است. این شرکت روش هایی برای برگزاری جلسات در داخل این مینی ون پیدا کرده، اما محصول جدید به اندازه مرسدس بنز کلاس اس نیز لوکس خواهد بود. کلاسن به معنای واقعی کلمه نام خود را با این مرسدس بنز وی کلاس به نمایش می گذارد. پس از باز کردن درهای اتوماتیک ون، سرنشینان با 4 صندلی تزیین شده با بهترین مواد اولیه روبرو خواهند شد. صندلی ها بسیار با کیفیت هستند و دقیقا احساس نشستن در مرسدس بنز کلاس اس را به سرنشین القا می کنند، زیرا به طور مستقیم از سدان لوکس آلمانی قرض گرفته شدند. به غیر از مواد چرمی با کیفیت، فیبر کربن یکی دیگر از مواد اصلی مرسدس بنز کلاس وی با تیونینگ کلاسن است. با تمام اینها، این هنوز بهترین بخش طراحی کلاسن نیست. استعدادهای اصلی کلاسن در طراحی و تزیین ون مرسدس بنز در امکانات و قابلیت‌های الکترونیکی داخل کابین کارکرد بیشتری دارد. همه چیز در داخل کابین را می‌توان از طریق آیپد در ردیف سوم کنترل کرد، از جمله نور محیط، کنترل صندلی‌ها، ماساژور، میزهای اضافی، کشوها و حتی دوربین‌های جلو و عقب. در داخل این مینی ون لوکس حتی پلی استیشن 4 هم نصب شده است تا علاقه‌مندان به بازی بتوانند اوقات خوشی در سفر داشته باشند. علاوه بر این قابلیت، کنترل تمام پارامترها از طریق دستورهای صوتی نیز انجام می شود. ون مرسدس بنز کلاس وی با طراحی داخلی کلاسن می تواند گزینه ایدئالی برای گذران اوقات فراغت در طول سفر باشد. کلاسن این ون لوکس را معرفی کرده تا علاقه‌مندان بدون فکر کردن به هزینه ساعت‌های خوشی در سفر تجربه کنند. ممنونیم از اینکه با یه صفر و یک دیگه همراه ما بودین. لطفاً در اینستاگرام و با آدرس 01 TV Program ما رو فالو کنید. تا برنامه بعد، بدرود.